با درود به شما دوستان، من رضا هستم از دانمارک و قطعا به خوشذوقیتون برای انتخاب ویدیوهای من تبریک میگم. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم و در مورد شوک‌های دانمارک با شما صحبت کنم، شوک‌های فرهنگی و غیر فرهنگی و رفتاری، چیزایی که ما دیدیم، دوستان اطرافیان ما دیدن، باهاشون صحبت کردم، یه سری هم از تجربیات شخصی خود ما هست. و قبل از اینکه در مورد این موضوع با شما صحبت کنم، من باید بگم که منتقد فقط گوه می‌خوره و ما از این گوه‌خورا تو ایران زیاد داریم با کمال احترام. خب دوستان، بریم سراغ مطالبی که من برای شما جمع‌آوری کردم از شوک‌های دانمارک. اول خواستم اسم ویدیو رو بذارم شوک‌های فرهنگی دانمارک، ولی خب کلا فرهنگی و غیر فرهنگی و رفتاری و کلا چیزایی که ما دیدیم، دوستان اطرافیان ما دیدن، براتون جمع‌آوری کردم. بدون این حرف اضافه بریم سراغ مورد اول که خونه‌هاشون معمولاً پرده نداره. وقتی که شما از خیابون رد میشین، کامل میتونید توی خونه رو ببینید و حتی طبقه پایین، یعنی طبقه همکف هم مرکز شهر، وقتی شما میرید میبینید که خونه هاشون پرده نداره، یا اگه داشته باشه هم پرده ها کنار هستن. این شوک نه تنها برای ما بود، بلکه برای کسایی که از انگلیس میان، کسایی که از کشورهای دیگه میان در دانمارک، اولین چیزی که بهش برمیخورن این که خونه هاش معمولا پرده نداره. البته دوستان دارشون صابون نزنن، اتاق خوابشون پرده داره، داینینگ رومشون یعنی جایی که میشینن تلویزیون نگاه میکنن و غذا میخورن، اینا اون قسمت در واقع پرده نداره. گفتم که اینو دوستان بدونن، البته خیره نشین دوستان به خونه دانمارکی، هم یه نظر حلاله، یه بار نگاه بکنید ببینید که خونهشون چه شکلیه، جالبه. ولی خب به اضافه اینکه خونهشون در واقع پنجره هاشون پرده نداره و یک شوک که خیلی بزرگ هست، نه تنها برای ما، کلا برای سایر خارجی‌ها که وارد دانمارک میشن، پنجره هاشون هم حفاظ نداره. این نشونه از امنیت کشور دانمارک هست. البته خیلی دیگه از کشورهای اروپایی اینطوری هستن که پنجره هاشون حفاظ نداره. به اضافه اینکه حیاط هاشون هم معمولا دیوارکشی و یا مثلا سیم خاردار و این چیزا نداره، چیزی که ما در ایران عادت کرده چشممون که اصلا نمیبینیم که یک خونه ای باشه که مثلا حیاط داشته باشه بدون دیوار. ولی خب این رو شما در نه تنها دانمارک، در سایر کشورهای اروپایی هم میبینید. نکته بعدی در مورد ترخیص بیمار از بیمارستان هست. ایران وقتی از بیمارستان میخوایم ترخیص بشیم، باید بری 1000 جا امضا بگیری، تسویه حساب کنید. ولی خب اینجا اینطوری نیست، وقتی که پرستار یا دکتر به شما اوکیه خروج میده، همون یه خدافظی میکنید باشون، وسایلتون رو جمع میکنید و میرید، که به خاطر اینکه سیستم درمانی دانمارک مجانی هست. فکر کنم تاری کشور اروپایی هم همینطوری باشه. دانمارک از زمان ترخیص از بیمارستان، وقتی که دکتر اوکی داده، شما میتونید راحت بیمارستان رو ترک. نکته بعدی، خودم هم شوک بود، معلومه نمیدونستم، چون هر موقع ما میریم خرید میکنیم، معمولا یک سبد خرید همه رو میریزیم تو اون ترولی و تو اون گاری و میریم خرید میکنیم، معمولا تک تک قیمتا رو من نگاه نمیکنم. و وقتی که دیدیم قیمت برنج، یک کیلو برنج نزدیک 20 کرون بود، در واقع از ایران ارزون‌تر در میاد قیمت برنج در کشور دانمارک، یکی از شوکایی که واقعا برای خود من هم تعجب آور بود. وقتی که نشستیم حساب کردیم ببینیم که قیمت برنج در کشور دانمارک چند هست، قیمت برنجی که واقعا کوالیتی و درجه یک هست، نه برنج های الکی، برنج خوبی که هست در مثلا سوپرمارکت کوپراتیو، سوپرمارکت خوب و درست درمونیه، شما میتونید اونجا بخرید، از ایران ارزون تر. یکی دیگه از شوک ها این بود که وقتی بارون میاد برق قطع نمیشه، چیزی که ما در ایران بهش عادت کردیم، و وقتی که کلا بارون میاد، سیل میاد، بلای طبیعی میشه، کلا همه چیز قطع میشه، ولی اینجا تقریبا توی 3-4 ماه گذشته یه روز در میون داشت بارون میومد، بارون شدید هم میومد، قطعی برقی رو تجربه نکردیم در کشور دانمارک. نکته بعدی، نظم و ترتیب در صف بود، که یه جای ما رفتیم که سوسیس و آبجو مجانی میدادن، و خب اگر همچین اتفاقی در ایران بیفته، خب مسلمان مردم از سر کول همدیگه بالا میرن، ولی خب اینجا رعایت میکنن و همه تو صف ایستاده بودن و خب هیچ کی از سر کول کسی بالا نمیرفت. خب این شوکی بود برای همراهای ما، برای مهمانای ما که در کشور دانمارک بودن، و براشون باعث تعجب بود که میبینن مردم دانمارک اینقدر در واقع نظم و ترتیب رو رعایت میکنن. نکته بعدی، رفتن توی آب سرد در سرمای زمستون هست. آب دریای شمال، نورتسی، که در واقع دریایی هست که دانمارک و قسمت غربی دانمارک رو در واقع احاطه کرده، آبش واقعا سرد، آب یخهای قطبی هست،
خاصه معروف آب دریا شمال که سرده، من در تابستونم حتی پام هم نمیتونم بذارم تو آب بیشتر 5 ثانیه وسط تابستون نمیتونم پام بذارم تو. ولی خب خود این دانمارکی‌ها یه رسمی هم دارن که در کریسمس میرن توی آب، در واقع کامل لخت میشن و میرن توی آب و این رسم از قدیم داشتن. همین اواخر هم الان در ماه نوامبر هستیم، ما رفته بودیم یه جای درست کردن در شهر ما، میتونن افراد برن توی آب دریا شنا بکنن، اونجا هم خب مرتب میرن و شنا میکنن و واقعا برای خود من تعجب آوره که چطور اینا بدنشون عادت داره به این آب سرد دریا شمال. مورد بعدی در مورد شوکای دانمارک آرامش مردمش هست. واقعا خیلی مردمش آرامش دارن، سکوت هست در خیابون‌ها وقتی که شما راه میرید. نکته بعدی در مورد این که وقتی توی موزه های کشور دانمارک میرید، از کوچکترین چیزها سعی میکنن که در واقع اون رو به نحوی به شما ارائه بدن، در واقع از داشته هاشون سعی میکنن که به خوبی استفاده کنن. مثلا ما خیلی از آثار باستانی ما داره از بین میره، ولی در موزه های دانمارک بریم میبینیم کوچکترین چیزی که توی ایران به وفور مثلا ما ازش داریم، اومدن مثلا نورپردازی کردن و قشنگ صد تا عکس گذاشتن، تاریخچه گذاشتن در موردش و سعی میکنن که داشته های تاریخ فرهنگیشون رو خیلی خوب نگه دارن. اسکاتلند هم همینطوریه. توی اسکاتلند مثلا یه جا زده بود، یه تابلو زده بود برای منطقه توریستی، ما رفتیم و اونور تا رسیدیم یه جا دیدیم یه دونه دیوار خرابه گذاشته اونجا، یه دیوار خیلی کوچیک، میگیم مثلا این آثار باستانی مردم میان باشه عکس میگیرن. واقعا یک شوک هست وقتی که ما این آثار باستانی زیادی رو که در کشور خودمون داریم و خیلی سرسری بعضی موقع از کنارشون رد میشیم و خیلی بی‌اعتنا بعضی موقع از کنار اونها رد میشیم. کشور اروپایی چقدر در واقع به آثار باستانیشون، به فرهنگ و تاریخ خودشون اهمیت. نکته بعدی تمیزی سرویس های بهداشتی حتی در مسیرهای بین شهری هست. یعنی اگه شما تو بیابون مثلا با ماشین میرید، تو بیابون که نیست، اینجا همش جنگله، وقتی میرید توی یه قسمت هایی داره که شما از کنار میایید و میتونید ماشین رو پارک بکنید، دستشویی داره و مثلا میز و صندلی اینا گذاشته برای استراحت. وقتی که شما اونجاها میرید میبینید که حتی در اونجا هم سعی میکنن که اون سرویس بهداشتی رو تمیز نگه دارن، همیشه صابون هست، همیشه دستمال، همه چی هست توی اون سرویس بهداشتی که وسط بیابون هست. و خب این یکی دیگه از شوکهایی هست که چقدر این مردم واقعا کشورشون رو دوست دارن و خیلی چیزهایی که ما رعایت نمیکنیم و اینها خیلی خوب رعایت میکنن. یکی دیگه از شوکهای دانمارک که من برای شما یادداشت کردم این هست که خب دانشجویان دانمارکی حقوق دریافت میکنن. توی انگلیس اینطوری نبود، من کمتر کشوری رو شنیدم که به دانشجوها حقوق بده. اگر شما میدونید زیر این ویدیو کامنت بذارید بگید که بغیر از کشور اسکاندیناو، شاید نروژ و مثلا حالا سوئیس جز اسکاندیناوی نیست، ولی سوئیس هم شاید همچین کاری بکنه، ولی من ندیدم کشوری بیاد به دانشجوهاش حقوق بده، حقوق بلاعوض، نه وام دانشجویی، نه همه همچه به دوستان میگم وام دانشجویی، نه کمک های از این ور اون ور، نه بورس تحصیلی، نه منظورم بورس تحصیلی نیست، منظورم حقوقی هست که به تمام دانشجویانی که در کشور دانمارک، البته منظورم سیتیزن های کشور دانمارک هست، شهروندای خودشون و همچنین شهروندای کشورهای اروپایی، پرداخت میشه این پول بلاعوض. پول کمی هم نیست، نزدیک 2-3000 یورو به عنوان حقوق به دانشجویان پرداخت میکنه، فقط به خاطر اینکه اونها رو تشویق کنه که در واقع درس بخونن و بتونن به یه جایی برسن. گفتم که در اسکاتلند دانشگاه مجانیه، وام هم شما میتونید بگیرید، بورسیه هم شاید بتونید بگیرید، ولی اینکه به شما حقوق بده دولت همچین چیزی نیست. و دوستان دوست دارم بدونم اگر شما اطلاعی دارید از کشوری که حقوق میده به دانشجوهاش برای من اینجا کامنت بذارید. چون که بعدی که در کشور دانمارک ممکنه باش مواجه بشید، مالیات بالایی هست که روی ماشین‌های وارداتی میذاره. کلا ماشین، خودرو، وسایل نقلیه خیلی گرونه در دانمارک، 150%، حالا بالا پایین یه مقداری مالیات میذاره. همچنین علاوه بر این که مالیات سنگینی روی ماشین میذاره، روی خودرو میذاره و به خاطر همین قیمت خودرو خیلی زیاده در کشور دانمارک، خب گرفتن گواهینامه هم خیلی گرون در میاد. باهاتون دوستایی که گواهینامه گرفتن میدونن که کلا گواهینامه گرفتن در کشور اروپایی گرونه، ولی دانمارک یک مقداری مضاعف گرونه و خب این باعث میشه که سعی میکنن شما رو تشویق کنن که اصلا سمت ماشین نرید و سعی کنید که از همون نقل عمومی بیشتر استفاده کنید. من نکته بعدی در مورد سکوت مردم دانمارک، گفتم کلا آدمای زیاد شلوغ و سر صدا کنی نیستن، البته توی کنسرت هاشون چرا خیلی شلوغ میکنن، سر صدا میکنن، خودشون خالی میکنن، ولی در حالت عادی وقتی که شما در خیابون های دانمارک قدم میزنید میبینید که همچی آروم و ساکته و اگر صدایی به گوش برسه صدای خاورمیانه یه داره با موبایل صحبت میکنه. و شوک بعدی
کشور دانمارک، بلندقد بودن مردم کشور دانمارک است که البته من نمیدونستم، میدونستم که ورزشکار هستن و خیلی به سلامتشون اهمیت میدن، ولی نمیدونستم که یکی از بلندقدترین مردمان دنیا دانمارکی هستن. نکته بعدی هم خیلی پارتی میکنن، برخلاف اینکه خیلی سلطلب هستن و خیلی در واقع آروم هستن در حالت عادی در جوامع عمومی، ولی خب خیلی اهل پارتی و مهمونی هستن. در تابستون مخصوصا یه روز در میون تو شهر ما همیشه کنسرت میذارن، کنسرت‌های باز در فضای آزاد میذارن و خب خیلی هم شلوغ پلوغ میکنن توی کنسرت‌ها و این برای خود من خیلی عجیب بود که این مردمانی که خیلی آروم هستن، به هر حال شادی این دانمارکی‌ها، میگن که یکی از کشورهای شاد دنیا انتخاب میشه، همیشه جزء 3-4 تای اول هستن توی کشور دانمارک، دلیل باید داشته باشه. شاید این کنسرت‌هایی که میذارن و این پارتی‌هایی که میگیرن یکی از دلایلی باشه که مردم دانمارک همیشه جزء شادترین مردم دنیا هستن. نکته بعدی هم خیلی سریع اینا رو بگم چون خیلی زیاد هستن. قیمت بالای قهوه، خیلی از چیزاش گفتم، مثلا برنج ارزون، حتی از ایران ارزون‌تره، ولی قهوه خیلی گرونه. مثلا شما بخواید توی کافی شاپ قهوه بخورید، خیلی گرون‌تر از انگلیس پاتون در میاد، خیلی قطعاً خیلی گرون‌تر از آلمان پاتون در میاد. یکی دیگه از شوکای که ممکنه باهاش مواجه بشین که نیهای کاغذی به شما میدن. نیهای کاغذی خیلی میرو رو اعصاب. من هر موقع میخوام باش یه نوشابه یا چیزی بخورم، همیشه یه سمتش که اصلا دفرمه میشه، این شیپش از من میخوام این فارسی حرف بزنم نمیشه، یکی از قسمتاش مثلا یه طرفش همیشه اینجوری مچاله میشه. و خب اینا یعنی میخوام بگن که ما خیلی به محیط زیست اهمیت میدیم، ولی دیگه واقعا مطب خشخاش گذاشتن این نیا رو یه ماده دیگه باید به نظر من جاش پیدا بکنن، حالا سازگار با محیط زیست، و تا قبل از اون اصلا همون نیای پلاستیکی به نظر من استفاده کنن خیلی بهتره. و یکی دیگه از شوکایی که ممکنه شما هم باش مواجه بشید این که در کشور دانمارک خیلی دوست دارن تیم ورک داشته باشن و افراد رقابتی نیستن. شاید این در واقع رفتار این مردم، در واقع این رویکردشون نسبت به زندگی که یک مقداری سعی میکنن که با همدیگه تیمی کار بکنن تا اینکه با همدیگه رقابت بکنن، باعث شده که این کشور یا همچنین کشور نروژ هم به همین شکل، کلا کشورهای اسکاندیناوی، باعث بشه که این در واقع تکس های بالایی که میگیرن سمت سیستم های سوشیال برن، بیشتر اینجوری بگم بهتره، تا اینکه مثلا سمت سیستم در واقع مثل آمریکا سیستم سرمایه‌داری باشه. این کشورهای کلن اسکاندیناوی سعی میکنن سوشیال باشه، همه با هم کار میکنن، همه با هم مالیات میدن و سعی میکنن که اون پول رو دولت سعی میکنه که تا جایی که میشه، البته اختلاف طبقاتی هم هست اینجا، ولی تا جایی که میشه این اختلاف طبقاتی رو کم بکنه. و نکته بعدی که من برای شما یادداشت کردم اینجا، 16 سال هست سن خرید الکل از مغازه‌ها، البته الکلی که درصدش 16.5% باشه، افراد بالای 16 سال میتونن اینو تهیه بکنن، ولی الکل بالاتر از 16.5% سن قانونی خرید 18 سال است که برای خودم یک شوک بود که چطور همه جای دنیا 18 ساله، ولی در کشور دانمارک مثل که به نوجواناشون اعتماد بیشتری داره و این سن خرید الکل با درصد پایین رو از 16 سالگی میتونن نوجوانان کشور دانمارک داشته باشن. شوکه بعدی که من همیشه توی یکی از بدیهای دانمارک میگم خرید آنلاین هست، که آمازون ایبی اینجا فعال نیست، باید از آمازون آلمان خرید بکنید اگر شما میخواید خریدی از وبسایت آمازون داشته باشید. اگر فکر میکنم تا 60 یورو نرسه اون مقدار خریدی که میخواید انجام بدید، بعد یه پول پست اضافه رو پرداخت بکنید که این همچنین رو اعصاب من و خب جز شوک ها و همچنین یکی از بدیهای کشور دانمارک من همیشه ازش یاد میکنم. خب دوستان، نکته بعدی در مورد سیستم اطلاعات یک پارچه کشور دانمارک هست که همونجور که میدونید شما با دسترسی داشتن به میتایدی میتونید به تمام اطلاعات شخصی، مالی، غیر مالی، سلامتی دسترسی داشته باشید، که این شوک بود برای من چون معمولا این برخلاف اصل آزادی انسان است که در کشور مثلا انگلیس هم یه نشنال اینشورنس شما دارید که خیلی از اطلاعات مالیتون به نشنال اینشورنس نامبر در واقع وصله. در آمریکا هم یه سوشال سکیوریتی نامبر هست میدونم که دارن، ولی هیچ کدوم از اینها رو شما بدید نمیتونید در یک جا در یک سیستم یک پارچه به تمام اطلاعاتتون دسترسی داشته باشید، مثلا اطلاعات فرزندانتون، اطلاعات سلامتیتون، واکسن زدید نزدید، چه مشکلات داره، چه داروی مصرف میکنید، چقدر مالیات دادید، تمام اینها با همون یک شماره در واقع اون روی که شماره‌ای که روی کارت زرد شما هست و همچنین با اپروف کردنش توسط میتایدی شما میتونید به همه اطلاعات دسترسی پیدا کنید که برخلاف اصل آزادی هست. این سیستم رو می‌خواستن تو انگلیس هم
پیاده بکنم. من چون برای من واقعا تعجب آور بود انگلیس همیشه پیشرو است در سیستم های اداره کشور، چون خیلی راحت میکنه کار کلا. برای ما مهاجرا که چیزی برای از دست دادن نداریم، خب من طرفدار این سیستم بودم، ولی خود انگلیسی ها خودشونی ها کلا برخلاف این گونه اداره کردن و در واقع کنترل کردن مردم در یک سیستم یک پارچه هستن. ولی به هر حال برای من این در واقع کنترل اطلاعات مردم کشور دانمارک در یک سیستم یک پارچه یک شوک بزرگ. بچه‌ها نکته بعدی رو من خود میام عقب‌تر به شما میگم. نکته بعدی این که میگن نروژی‌ها روی اسکی به دنیا میان، دانمارکی‌ها روی دوچرخه، و این خب نشون میده که دانمارکی‌ها خیلی دوچرخه سواری دوست دارن و خیلی دولتشون مردم رو تشویق میکنه که از دوچرخه استفاده کنن. مالیات سنگین میذاره روی خودروها که مردم تشویق بشن حمل و نقل عمومی همچنین دوچرخه استفاده کنن، و کلا مراکز شهرشون هم خیلی کامپکته، خیلی جمع و جور، شما با دوچرخه میتونید به همه جا دسترسی داشته باشید. اما یک نکته به شما بگم در مورد دوچرخه، اگر میخواید در کشور دانمارک دوچرخه بخرید، حتما قوانین دوچرخه سواری رو یاد بگیرید قبلش، چون که خب خیلی از این ماشینا انتظار ندارن که شما قوانین رو ندونید، ممکنه با سرعت بخوان از کنار شما رد بشن و شما بخواید بپیچید و خدا نکرده یک حادثه پیش بیاد. و همچنین نکته بعدی در مورد دوچرخه این که دوچرخه سواری در حالت مستی در کشور دانمارک جرم محسوب میشه، و گفتم که اینو شما بدونید. همچنین نکته آخری که من برای شما یادداشت کردم در مورد شوک‌های زندگی در کشور دانمارک این هست که خب بچه‌هاشون رو میذارن بیرون بخوابن توی سرما، توی گرما فرقی نمی‌کنه، دوست دارن بچه‌ها توی فضای آزاد بخوابن، مثلا میرن رستوران، بچه‌ها رو با کالسکه میذارن بیرون رستوران، و این خب نشونه ای از امنیت کشور دانمارک. همچنین به نظر من اون دوست دارن که اون وایکینگ بودن خودشون رو حفظ بکنن، چون من یه بار به یکی از همکارمون گفتم چرا بچه رو میذاری بیرون، گفت که هوای آزاد براش خوبه، با سلامتیش میشه، و واقعا هوای دانمارک کلا آلوده هم نیست، هواش خیلی پاکه نسبت به خاورمیانه، خب خیلی بهتر مثلا نسبت به شهر ما احواز که پر ریزگرد هواش، خب اینجا خب از این خبران نیست، ولی خب سرماش به نظر من خیلی زیاده، بادم خیلی زیاد میاد، همچنین امن هم هست، البته یک مقداری برای ما سخته که این رو قبول کنیم که بچه رو مثلا بریم رستوران، بچه رو اینجوری بذاریم تو کالسکه بیرون رستوران بخوابه. خب دوستان این در واقع شوکهایی بود که از زندگی در کشور دانمارک من برای شما یادداشت کرده بودم. خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو با من در واقع به اشتراک بذارید، با مخاطبین کانال به اشتراک بذارید که بتونن بیان بخونن و اینکه ببینم به نظر شما شوک‌های زندگی در کشور دانمارک، فرهنگی غیر فرهنگی، هر چیزی که به ذهنتون میرسه، رفتاری به ذهنتون میرسه، کامنت بذارید که دوستان بتونن بیان و نظرات شما رو بخونن و استفاده کنن. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. از یک شب پاییزی فوق‌العاده بارونی و بادی طوفانی دانمارک این ویدیو رو برای شما ضبط کردم، و اینکه امیدوارم هر جا هستید همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید، و اینکه تا ویدیو دیگه، شب بخیر، روز بخیر اگر این ویدیو رو روز نگاه میکنید، وقت بخیر هر کجا که هستید، فعلا خدا نگهدار.